8 راز تاریک در مورد کره شمالی که کیم جونگ اون مجبور شد افراد زیادی رو بکشه تا این رازها رو پشت زرق و برق کشورش مخفی نگه داره. کره شمالی دنیایی بسیار اسرارآمیزه که افراد و اطلاعات زیادی در اون حبس شده. از فقر مردمش تا قاچاق مواد و اسلحه تا حضور دوست دختر رهبرشون در فیلم‌های پورن. رژه‌های نظامی بزرگ و ظاهرسازی‌ها نمیتونن تاریکی این کشور رو پنهان کنن. وارد حکومت تاریک کره شمالی میشیم تا رازهای ناگفته اونو افشا کنیم. لایک و سابسکرایب این ویدیو هم یادتون نره. دمتون گرم. کیم جونگ اون ثروتی عظیم و مخفی داره، در حالی که مردم کشورش با فقر دست و پنجه نرم میکنن. رهبر کره شمالی توی کره بسیار مورد احترامه و همه مجبورن مثل یک قدیس بهش احترام بذارن. کیم زندگی فوق تجملی داره و طبق گزارش های سازمان ملل در سال 2018 دارایی کیم 71 میلیارد دلار بوده که اونو میاره جزو چند نفر ثروتمند بزرگ دنیا. کیم در سراسر جهان حسابهای پر از پول داره، در کشورهایی مثل آمریکای مرکزی و در کشورهای اروپایی و آسیایی. حسابهاش هم با نامهای مختلفه. در سال 2013 آمریکا توسط ILBO یه تحقیقاتی انجام داد و متوجه شد 200 بانک در کره شمالی در صادرات مواد مخدر، جعل پول و کشتار جمعی مردم دست داشتن. آنچه که مردم جهان از کره فهمیدند از طریق افرادی بود که موفق به فرار از کره شدند، افرادی مثل ستاره بسکتبال NBS یعنی دنیس رادمن. کیم جونگ اون هر سال فقط 30 میلیون دلار خرج الکلشه که در مهمونی‌های بزرگش ازشون استفاده می‌کنه. کیم همچنین یک قایق بادبانی PS5 میلیون دلاری، مرسدس بنز ضد گلوله، پیست اسکی و جزیره شخصی و خونه‌های لوکس زیادی داره، در حالی که مردمش در فقر شدیدن. دفتر سیمونو در کره شمالی. کره شمالی همونطور که گفتیم 200 حساب بانکی داره که در قاچاق دارو، جعل پول و کشتار جمعی برای کسب درآمد برای رهبر کره شمالی دخالت دارند. بنابراین باید یه بخشی برای مدیریت این موضوع وجود داشته باشه. دفتر عجیب سیونو مکانی برای رسیدگی به این مسائله. یه فراری کره‌ای که به مدت 5 سال توی این دفتر کار کرده بود گفته دفتر سیونو فقط مخصوص پول درآوردن برای رهبر کره شمالیه و نهادی برای کارگران و مردم نیست. او توضیح داد که ما هرچی که بتونیم صادر میکنیم تا برای کیم جونگ پول در بیاریم. دفتر سیونو به تازگی توی جهان لو رفته و مدت زیادی نیست و طبق گفته کارشناسان هم در فعالیت‌های تجاری قانونی و هم غیرقانونی فعاله. کره شمالی به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای مثل ایران به شدت تحریمه، اما این کیم کم نمیاره و از هر روشی بتونه پول در میاره و کشور رو اداره میکنه. رئیس جمهور آمریکا و سازمان ملل متحد دفتر سیونو رو متهم به اداره شبکه پولسازی از راه‌های غیرقانونی کردند. قاچاق مواد، فروش سلاح‌های تقلبی و این چیزا از جمله کارهایی‌اند که اونا انجام میدن. این مواد مخدر و وسایل فیک هم معمولاً در ژاپن و کشورهای آسیایی به فروش می‌رسونن. خلاصه که دفتر سیونو در خدمت رهبر کیم و پیشرفت هسته‌ای این کشوره. حفظ امنیت رهبر کره شمالی. رهبر کیم حتی زمانی که به کشور دیگه سفر میکنه، بادیگاردهای شخصی خودش که میگن خیلی قویان رو همراه خودش میبره. یه تیمی هم داره که دور تا دورش رو میگیرن و میدونن دنبالش تا مبادا کیم تیری چیزی بخوره. این تیم 12 نفر است، هیچ کس هم از هویت این 12 نفر هیچی نمیدونه. معلوم نیست که کی هستن و اهل کجان. البته همین 15 نفر هم نیستن که از کیم محافظت میکنن. چند هزار نفر محافظ شخصی داره که همیشه تحقیق میکنن ببینن کی با کیم و دولتش مخالف تو کشور و پدرش رو در میارن. همسر رهبر کره شمالی و دوست دختر سابقش که در فیلمای پورن فعالیت داشت. همسر کیم جونگ اون رو مرموزترین همسر جهان میدونن. معمولا در مکانهای عمومی و مراسمات همراه شوهرش دیده میشه، اما کسی از گذشتش اطلاعی نداره. هیچ کس نمیدونه کیه و کجاست. اعتقاد بر اینه که همسرش در سال 1985 یا 1988 متولد شده. او در سال 2005 به عنوان بخشی از تیم تشویق ورزشکاران کره‌ای در دو میدانی آسیا به کره جنوبی رفت. یه جای دیگه هم یه منبعی از کره شمالی گفته بود که همسر کیم جونگ با نام خانوادگی هونگ اهل شونگجینه و از دانشگاه کیم فارغ التحصیل شده. رهبر کیم و همسرش الان یه بچه دارن و گفته میشه پدر زنش خلبان نظامیه و مادر زنش معلم یه مدرسه راهنماییه. گفته میشه رای سالجو همسر کیم جونگ اون توسط پدر کیم انتخاب شد و عروسشون شد. اما دوست دختر سابق کیم کی بوده که اینقدر سر و صدا کرده؟ دوست دختر سابق کیم همراه تیم 11 نفره از رقاصانشون متهم به بازی در فیلم‌های پورن شده بودند که بعد از اثبات جرمشون همه رو کیم تیربارون کرد، در ملأ عام خلاصشون کرد. فقر و گرسنگی شدید مردم در کره شمالی. مردم کره شمالی در سال 2023 با کمبود شدید مواد غذایی روبرو بودند.
طبق گزارشاتی که سازمان توسعه کره شمالی منتشر کرد، کره شمالی در سال 2022 4.4 میلیون تن غلات تولید کرد. این در حالیه که طبق جمعیت کره شمالی مردمش به 5.75 میلیون تن غلات نیاز داشتند. بنابراین کره شمالی در سال 2023 با کمبود 135 میلیون تنی غذا مواجه شد. این مشکل فراتر از این بود که کره با قدرت خودش حلش کنه و میبایست از چین یا کشورهای دیگه کمک میگرفت، اما این کارو نکرد و حاضر شد مردمش گرسنگی بکشن اما جهان نفهمه که چقدر کشورش توی فلاکته. در سالهای اخیر مردم کره در فقر و گرسنگی بودن و حتی جان خودشون رو به این دلیل از دست دادن. ممنوعیت استفاده از اینترنت در کره شمالی. در واقع این قانون رو گذاشتن تا بتونن مردم رو راحت تر کنترل کنن. با ممنوع کردن اینترنت تمام اطلاعات جهان همون بیرون میمونه و وارد کره شمالی نمیشه. بعد یه بستری فراهم میشه برای دولت که تبلیغ کنه و جهان بیرون رو فقیر و بد و خطرناک نشون بده و بگه ما خوبیم. دولت کره شمالی همیشه دولتش رو بزرگ جلوه داده و گفته ما بهترین رهبران در کل جهانیم. مجازات‌های وحشتناک در کره شمالی. فکرشو بکنید به خاطر تلویزیون دیدن یا گریه کردن بدون اینکه اشکتون در بیاد اعدامتون میکنن. باورش سخته نه؟ قوانین کره شمالی واقعا عجیب غریبن و 20 نوع جرم داره که اگه اونا رو انجام بدی در جا اعدامت میکنن. یه قانونی هم وجود داره داخل کره به نام قانون سه نسل. یعنی اگه کسی جرمی مرتکب بشه تا سه نسل از نزدیکانش هم زندانی و هم جریمه میشن. حتی اگه نزدیکانش مرده باشن، سه نسل بعدی که به دنیا میان باید تاوان پس بدن، که این واقعا خیلی ظالمانه است. به طور کلی در کره شمالی اتفاقات عجیب دیگه هم میفته. مثلا هر شب در این کشور برق قطع میشه، چون این کشور با کمبود انرژی مواجهه و مجبورن هی هر شب این کار بکنن تا شرایطشون از اینی که هست بحرانی تر نشه. و اگه کسی مریض باشه و یا به برق حتما نیاز داشته باشه، باید بره از دولت یه مجوز بگیره تا بتونه از برق استفاده کنه. یا قانون عجیب مدل موهای تعیین شده از طرف دولت که احتمالاً خودتون هم داخل رسانه‌ها این مورد رو زیاد شنیدید. اینکه مردم کره شمالی فقط میتونن از چند مدل موی محدود استفاده کنن. این قانون در سال 2013 توسط کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تصویب شد. 18 مدل مو برای زنا و 10 مدل مو برای مردا وجود داره و فقط باید از همینا استفاده کنن. و اگه کسی بره یه مدل موی جدید برای خودش اختراع کنه، جریمه میشه و پدرش هم در میاره. نکته جالبم اینه که مدل موی خود رهبر کره شمالی بین این 28 مدل زنانه و مردانه نیست و مدلش با همه فرق داره و هیچ کس هم نباید مثل رهبر موهاشو کوتاه کنه. در کل در این ویدیو سعی کردم این قوانینی که در مورد کره شمالی هیچ جا نگفتن رو بیان بگم، چون ویدیو در موردش داخل یوتیوب زیاده و قوانینش دیگه تکراری شدن، ولی اون چند تا قوانین اولی که براتون گفتم تا حالا ندیده بودم کسی بگه. اگه شما هم از قوانین کره شمالی چیزی میدونید اینجا برامون کامنت کنید. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.